بینندگان عزیز، اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی جزئیات کمک مالی 10 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به اقتصاد بحران زده قبرس در مطلبی تحت عنوان توافق اروپا برای نجات قبرس. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول 10 میلیارد یورو به قبرس کمک می‌کنند، کمکی که بانک‌ها و دولت را از ورشکستگی نجات می‌دهد، اما شرطی که اتحادیه اروپا گذاشته صدای روسیه را که میلیاردها دلار در بانک‌های قبرس سپرده دارند درآورده است، چرا که بر اساس طرح اتحادیه پسندازهای سپرده‌های بالای 100 هزار یورو در بانک‌ها باید مالیات سنگینی بپردازند که البته جزئیات و چگونگی آن باید توسط دولت قبرس اعلام شود، و این در حالی است که قبلا پارلمان قبرس با این طرح مخالفت کرده بود. و اما نکته مهمتر آن است که کمک چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد کشور می‌گذارد که سالها به دلیل قوانین مالیاتیش جاذب سرمایه‌های خارجی به ویژه روس‌ها بوده است. با هم به تماشای گزارش در این باره می‌نشینیم. نیکوزیا پایتخت قبرس بهت زده بعد از مذاکرات شبانه رهبرانش با مقام‌های اتحادیه اروپا و بانک جهانی. بانک‌ها همچنان بستند و خودپردازها به هر کس فقط روزی حدود 100 یورو می‌دهند. دست کم قبرس با تصویب کمک 10 میلیارد یوروی جهانی دیگر ورشکست نمی‌شود، اما ناامیدی در خیابان‌ها موج می‌زند. تصمیمی که گرفته شد تخت و ویرانگر بود. خیلی طول می‌کشه تا دوباره همه چیز درست بشه. اتفاقی که افتاد شرم‌آور بود، ولی با این وضع کار دیگه ای نمیشد کرد. راه دیگه ای نبود. خدا به فریادمون برسه. دیشب رهبران قبرس و مقام‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تا صبح در جلسه بودند. سرانجام بامداد امروز چند ساعتی قبل از رسیدن ضرب الاجل، قبرس موافقت همه را جلب کرد. اما برای گرفتن این کمک قبرس خود حدود 6 میلیارد یورو جور کرد. این پول با زدن از بخش‌های مختلف اقتصاد به دست آمد. در نهایت همه راضی بودند. به نتیجه که دولت آلمان می‌خواست رسیدیم. تا اینجای کار ما راضی هستیم، ولی کارهای زیادی باقی مونده. بر اساس تصمیم‌های دیشب قرار شد این بانک، یعنی بانک قبرس، به عنوان بانک خوب و تمیز باقی بماند. این بانک، بانک لایکی که دومین بانک بزرگ قبرس است، به مرور تعطیل می‌شود. و حالا بحث برانگیزترین بخش ماجرای کمک مالی به قبرس سرنوشت سپرده‌های بالای 100 هزار یورو است. صاحبان این سرمایه‌ها ممکن است تا 40% پولشان را از دست بدهند و به جایش سهام بانک قبرس را بگیرند. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. صاحبان این پول‌ها بیشتر سرمایه‌داران روس هستند که برآورد می‌شود در بانک‌های قبرس حدود 25 میلیارد یورو پول خوابانده باشند. مقام های اتحادیه اروپا، مخصوصا آلمان، این پولها را دوست ندارند، چون میگویند قبرس بهشتی برای پولهای کثیف بوده که معلوم نیست از کجا آمده، و میگویند حاضر نیستند پول مالیات مردمشان را صرف نجات این سرمایه ها کنند. با تایید کمک مالی قبرس، جمع کل کمک ها به کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا تا امروز به 513 میلیارد یورو میرسد. این پول تا کنون بین 5 کشور بحران زده تقسیم شده است. قبرس کمترین پول را گرفته و یونان با 240 میلیارد یورو رکورددار است. اسپانیا با 100 میلیارد یورو و پرتغال و ایرلند هر یک با 78 و 85 میلیارد یورو دیگر کشورهایی هستند که در 5 سال اخیر دست به دامن جهان شدند. علت اینکه کمک به قبرس که در برابر کمک‌های دیگر ناچیز بوده این همه سر و صدا به پا کرده، در اصل حجم اقتصاد این جزیره است. کمک 10 میلیارد یورویی حدود 60% حجم اقتصاد قبرس است. با درآمد ناخالص داخلی 17 میلیارد یورویی، نگرانی سازمان‌های جهانی توان بازپرداخت این کمک است. قرار است از فردا بانک‌ها دوباره باز شوند. مقام‌ها نگران هجوم مردم به بانک‌ها برای بیرون کشیدن پول‌هایشان هستند. پارلمان قبرس هم خروج پول از کشور را محدود کرده، و معنی همه این تحولات این است که دیگر قبرس به اشت سرمایه‌دارانی